سلام دوستان، تا آخر ویدیو همراه باشید تا مراحل جوشکاری تنه موتور میمسکام بهتون نشون بدم و قراره که چجوری جوش بزنم و چجوری میخوام برش بزنم. همون لوله گاز هایی که خریده بودم و باید برش بدم و حدود تقریبا دیروز با بچه کوچولو همونجوری گذاشتم و تنهش تو تقریبا ذهنم آماده کردم که چجوری بسازم، چجوری برش بدم، چجوری باید جوش بزنم. از اول همه بهتر بهتون بگم که من باید همون اندازه هایی که درآوردم مثلا بین چرخ عقب و جلوش رو درآوردم و اندازه شدودن در اومد 60 سانتیمتر و بالای لوله بالایی در اومد 65 سانتیمتر. خلاص من اندازه تو ذهنمه و قراره که همونا رو برش بدم و جوش بزنم. همون لوله گاز که 2 متر خریده بودم که ویدیوش هم تو اینستاگرام هم هست، در ذهن برای جوشکاری کردن باید یه چیزایی باید من تو ذهنم دارم و قراره که باید اونها رو رعایت کنم. یک، اینکه موقع جوش دادن نباید بنزین بده، چون باکش میخوام اون لوله بالایی رو باکش کنم. دوم اینکه باید همونجوری مثلا چرخ عقب جلو رو باید میزان در بیارم، مثلا مقابل هم باید مستقیم در بیارم چون بعدن مثلا کجی کوله نباشه، خیلی سخته اینا و یه چالش هایی دارم و ممنون میشم که تا آخر ویدیو همراه باشید و شما ببینید که چه جوری میتونم انجامش بدم. و در ضمن همین الان کانالمو سابسکرایب کنید، لایک کامنت یادتون نره. یه چیزایی دیگه هم باید میگفتم، خودتون میدونید که تا آخر ویدیو همراه باشید و بهتون نشون میدم که قرار چی میخوام چه کارش کنم. در ضمن همون دوستمون اسم نبردم که همون کابینت کارم باید یه چیزی هم بیاره، خیلی باحاله، باید با اون میزانش کنم. خودتون میبینید تا آخر ویدیو همراه باشید. عشقا اینا از کجا آوردم؟ همراه باشید عشقا. چقدر خوبی تو دوستان. اینجا یه دونه باید صفحه بزنم، یه صفحه صاف، صفحه ورق باید بزنم. این قسمت هست یه کهنه بود، اینا زنگ زده بود به هم خاطر من اینجا رو کلا با سنگ فرز تمیز کردم که بعدا رنگ خوب بخوره، مثلا خوب رنگ باشه روی زنگ زده. اگه رنگ بزنی مثلا زود مثلا رنگت میره، به هم خاطر من اینجا رو چیز کردم. حالا برش میدم و جوش میزنم. همینطور که ببینید خیلی خوب دارم، مثلا اون قسمتش هم باید بردارم، دو طرفش باید جوش بزنم، صاف صاف باید بزنم و هم خاطر منتظر باشید بچه ها. اینا رو جوش زدم، باید یک دونه سنگ فرز اینا بکشم و بهتر بشه، مثلا صافتر بشه و قشنگتر بشه موقع رنگ زدن. خب دوستان الان میتزدم تا اینجا میشه 39 سانتیمتر و ارتفاعش به خودم حد سدم که قبل از اینکه موتور ویکلاج که خریدم بودم و ببرم حدودم زینش تو 75 سانتیمتر اینقدر بود و الان من هم حساب کردم این میتونم تا 75 سانتیمتر کلن از زمین تا اینجا 75 سانتیمتر میشه و بعدا لولوی صندلی هم لولوی کوچیکتر هم میزنم تنظیم ارتفاع میتونم بذارم و زینم میاد تقریباً 80 میشه. اگه بلند باشه میتونم کوتاه‌ترش کنم و مشکلی نیست و مشکلی برام پیش نمیاد و الان میخوام تا 70 بیاد. اگه 70 بیاد خوبه دیگه، یا 75ش کنم ببینم، یا 30 میکنم یا 35 باید از این بال از این تا اینجا، یا 30 میکنم یا 35 میکنم. به نظرم 30 کنم بهتره چون یه موقع بلند باشه تخمی‌تر میشه به نظرم، فکر میکنم بزن 35 سانتی متر بارش میبینم ببینم چی میشه. دوستان 35 سانتی متر کردم اینا بارش بدم بعد ببینم چی میشه.
پایینش رو باید کمی برش بدم و کمی به طرف چرخ عقب مثلا بکشم بهتره. همین کارو میکنم. اگه مستقیم باشه زیاد خوب نیست. بچه این کار کردم خیلی عالی شد، کمی اینجاشو برش دادم و حالت کجی دادم و خیلی زاویه دادم، خیلی عالی شد. بچه حالا میخوام لوله بالاییشو مثلا برش بدم و جوش بزنم. اینو کنم چیزشو در آوردم، 60 سانت باید ببرم. دوستان یه دونه لوله‌ای که مثلا اینقدر مونده رو یه دونه تست زدم که اینجوری مثلا بالک علامت زدم و این ورش رو برش دادم دو طرفش تا به لوله این مدل باشه، موقعی جوش زدن اذیت نده و همون خاطر دیدم این خوبه و لوله اصلی رو الان علامت میزن و برش میزن. Çok önemli.
بگویم دانشم و بلوی حالا خیلی که دارم دوست بگویم کردن یکم رو بگویم میخوان برده که اولا خواهد بودتا اتیم مورد یکی چیزی رو کنید
شیدیم من کلیت چپلی هم şekerin o motora takmış bir ne yapıyor o da دوستان اون اسکرام که اسکرام میگفتم همین ها ساعت 11 شب اومد پیشم و دستش درد نکنه لیزرش هم آورد و جوشکاریش کردم جوشکاری مثلا اینا رو فعلا زدم انشالله فردا کلا مثلا خوب جوش میزنم الان خیلی دیر وقته و دیگه بقیه کارش هم انجام میدم در پارت بعدی و ممنون میشم که کانالمو سابسکرایب کنید لایک کامنت یادتون نره اسکرام اینا